یه عنوان دیگه هستش که خیلی به درد هموطنان خارج از ایرانمون میخوره و اونم توی قسمت سیتینگ فون و اینجا سیم اپلیکیشنز. شما از اونجایی که سیم کارت گرفتیم، مثلا فرض کنیم مال من اورنج فرانسه است، یه سری اینجا امکانات اون سیم کارت بهتون میده که حالا به نسبت خودش میتونید ازش استفاده بکنید. اما شما ممکنه الان براتون سوال پیش بیاد که خب چرا این بالا زده ودا آی تی؟ این قسمت که یه قسمت خیلی خیلی مهم دیگه است، مخصوصا برای کسی که مسافرت میرن، در رابطه با این کریری که شما اینجا میبینید، کریری که در واقع همون شرکتی که به شما سیم کارت داده، الان شما اینجا میبینید که روی اتوماتیکه، ولی ممکنه بگین که خب اصلا چه دلیلی داره بیا من اینو اینجا جابجا کنم یا مثلا روی یه چیز دیگه بذارم. فرض کنی الان توی شرایطی که من هستم توش، سیم کارت من اورنج فرانسه است، با سه تا سیم کارت توی ایتالیا رومینگ انجام میده که یکیشون ودافون آی تی یا همون ودافون ایتالیا است، یکیشون تی آی ام یا همون تلکام ایتالیا است، یکیشونم آی وینده. حالا ممکنه مثلا میگم خودش موقعی که اتوماتیک این کارو انجام میده با تی آی ام رومینگ بکنه، که البته اینجا نیست الان تو لیست، حالا اگر بود میتونستم نشونتون بدم، حالا جای دیگه بعد این کار بکنم که دیده بشه. در هر صورت ممکنه اینجا شما لیست ببینین، لیست 3 تا 4 تا شرکت مختلف رو ببینین. در این حال ممکنه ببینین که مثلا فرض کنیم ودافون ایتالیا رو من حس میکنم بهتر از بقیه آنتن میده یا بهتر از بقیه کار میکنه، به خاطر همین میخوام اون سیم کارت من و اون شرکتی که داره باش کار میکنه با ودافون رومینگ بکنه، نه مثلا با تی آی ام که حالا قطع میشه یا هر چیزی. این برای کسی که مسافرت زیاد میرن فکر کنم خیلی کارآمد باشه، مخصوصا تو شرایطی که شما رومینگ میکنین و حالا برای هر دقیقه کلی باید هزینه بدین، فکر کنم بهتره که از یه سرویس استفاده بکنین که حداقل اون کیفیت مد نظرتون رو داشته باشه.